در ونزوئلا اپوزیسیون از مردم خواسته است در واکنش به دستور دولت که برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمعات را ممنوع اعلام کرده، امروز جمعه برای اعتراض به انتخابات مجمع بازنویسی قانون اساسی که دو روز دیگر برگزار می شود اعتصاب کنند. در همین حال کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت در ونزوئلا بر احترام به حق مردم در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پس فردا تاکید گذاشته است. کاوه عدیب گزارش می‌دهد. مخالفان می‌خواهند با برگزاری تظاهرات سراسری امروز که در کنترل گرفتن ونزوئلا نام گرفته است، فشار بر مادورو رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا را بیشتر کنند. فردی گوئرا، وکیل و از رهبران اپوزیسیون، از مردم ونزوئلا خواسته است برخلاف هشدار وزیر کشور به خیابان‌ها بیایند. ما اکثریت هستیم. جامعه بین‌المللی حامی ماست. ما حقانیت داریم و تسلیم نخواهیم شد. مردم ونزوئلا، برای همین است که به شما اطمینان می‌دهیم پیروز خواهیم شد. آقای مادورو به اپوزیسیون گفت از انتخابات مجمع بازنویسی قانون اساسی حمایت کنند و به آنچه او گفتگوهای آشتی ملی خواند ملحق شوند. اما اپوزیسیون بازنویسی قانون اساسی را اقدامی برای تخطئه کردن پارلمان می‌داند که اکثریت آن در کنترل اپوزیسیون است. در همین حال الیزابت روسل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره برگزاری صلح‌آمیز رأی‌گیری روز یکشنبه گفت باید به حق مردم برای تصمیم گیری احترام گذاشته شود. ما عمیقا نگران افزایش خشونت در ونزوئلا هستیم که قرار است انتخابات پیشنهادی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری برای تشکیل مجمع قانون اساسی را برگزار کند. تصمیم مردم ونزوئلا برای شرکت و یا عدم شرکت در این انتخابات باید محترم شمرده شود. دست کم 110 معترض در دو ماه و نیم گذشته که اپوزیسیون به اعتراض علیه دولت دست زده است کشته شدند. آقای گوئرا میگوید زمان آن رسیده است که اپوزیسیون کنترل سراسر ونزوئلا را به دست بگیرد. آمریکا دو روز پیش تحریم‌های جدیدی علیه 13 مقام وابسته به دولت و شرکت دولتی نفت ونزوئلا اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت در صورتی که مادورو انتخابات مجمع بازنویسی قانون اساسی را برگزار کند، هر شخصی که انتخاب می‌شود باید بداند که در نقض دموکراسی در آن کشور نقش خواهد داشت و هدف تحریم‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا نیز از اعضای خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور خواست ونزوئلا را ترک کنند و به خود کارکنان نیز اطلاع داد در صورت افزایش تنش‌ها ترک داوطلبانه ونزوئلا منعی ندارد. اقتصاد ونزوئلا در شرف سقوط است. گزارش‌های خبری حاکی از نرخ 800% تورم است. ذخیره مواد غذایی در حال اتمام است. بسیاری از مردم مجبورند برای خرید مواد غذایی به کشورهای همسایه برزیل و کولومبیا بروند. کاوه عدیب، صدای آمریکا.